طالبان حل سیاسی معتقد نیستند. بارها خودشان اعلان کردند که یگانه رای حل در افغانستان رای حل نظامی است. زنها در داخل افغانستان در ساحه طالبان اصلا هیچ نوع حقوقی که باید داشته باشند ندارند. در ارتباط به منطقه ما زنها در دروجه مکتبای مثل مکتبای مردانه، مکتبای زنانه وجود دارند. ما چندین لیسه تا سطح سنت 12 داریم. یک فاکولته طب در بدخشان داریم. در روزم در پالوی بچه ها دخترها تحصیل میکنند، درس میخوانند و در یک تعداد شعبا در بدخشان هم زنها هم در مکاتب و هم در بخش صحی مصروف خدمت هستند. حکومتی را که ما خواهان عزیزیم که در آینده تأسیس شود، حکومت خواهد بود که به اساس انتخابات آزاد به وجود بیاید. از نظر ما کشت و زر مواد مخدره همه را غلط میدانیم و حرام میدانیم. ما بارها با طالبا گفتیم که وقتی که شما میگین اکثریت هستیم بین بریم طرف انتخابات و این قدرت از طریق یک انتخابات مشروع به دست برین وقتی که شما سر تعدادتان و سر منطقه و اکثریتتان مطمئن هستین. مگر هیچ وقت طالبا تا بال آماده نشدن که برن طرف انتخابات. ما از این طریق بازم میگیم که اگر طالبا واقعا میگن که اکثریت هستیم بریم طرف انتخابات، اجازه بدیم که مؤسسات بین المللی بیاین نظارت کنن از یک انتخابات آزاد در افغانستان. احمد شاه مسعود. از آن طرح روشن داشته باشیم که هم اقوام در قسمتش توافق داشته باشیم. دو مسئله، مقاومت در برابر بیرون و داشتن یک طرح روشنی که همه اقوام در او مطمئن باشه و او ظلم های گذشته دوباره باز تکرار باشه. ازال اقوام متحد در برابر تجاوز و داشتن یک طرح روشن پیش از پیش که اگر فردا ما در افغانستان جابجا میشیم ازال به ملت بگویم این طرح ماست، فردا جابجا میشیم بگویم این طرح. چیزی که هم به ملت افغانستان قابل قبول باشه درست و هم به دنیا قابل قبول باشه. شما میفهمین که یکی از محورهایی که اقوام در افغانستان جمع است اسلام است. از طرف دوم بعد دفعه که مسئله اسلام گفته میشه از بیرون فکر میکنن که امو اروپای بنیادگرا است، در حالی که فرق داره. ما اسلامی را در افغانستان میخواهیم که هم ملت خود را او راضی ساخته بکنه درست و هم با هیچ کشور در بیرون ما اعلان جنگ اعلان دشمنی نداشته باشیم. ما در قرن 21 زندگی دنیا میره طرف جهانی شدن و ما میتونیم با یک اسلام میانه، با یک اسلام معتدل هم با دنیا زندگی کنیم هم با مردم خود کنیم و کشور خود از این بحران نجات. و قدر کافی مردم ما رنج و زحمت و جنگ دیدن. ما هیچ ضرورت نداریم که ما با آسیای میانه بگویم این او اسلام قبول کن این او اسلام قبول کن. خودش کشورها میتونه سرمان. تجربه خود ایران هم نشان داد که امروز منافع ملی ایران بالاتر است از ایدئولوژیش. دیگه نده ما تصمیمی که چطور بتانیم با یک اسلام معتدل با یک عدالت اجتماعی بین همه اقوام بتانیم همه رم جمع کنیم و در برابر تجاوز هم همه استانیم. با هزارها مشکلی که ما در داخل کشور داریم و با این مشکلی که ما در بیرون و با این دفعه تفاوتی که جهان در برابر افغانستان دیدیم مگر ما تصمیم نمیست. و ما یقین دارم مثل که در برابر روسا موفق شدیم انشاءالله یقین دارم که در این پروگرام موفق میشیم. امروز از نقطه نظر نظامی که میخواستن ما را حذف کنن دیگه نمیتونن و از طرف مردم تندروی های اسلامی طالبان دیدن و درس گرفتن که به نفس مردم مسعود.